سپاس از همراهی ویژه شما عزیزان و ممنون از اینکه برنامه روی خط زندگی رو برای تماشا انتخاب کردید. انشالله که موضوعات امروز برنامه ما در پیوند با بیماری یا اختلال گرمازدگی بتونه اطلاعات کافی را در این زمینه برای شما عزیزان منتقل کنه. دوستان از ورج، من مهمان بسیار عظیم ما دکتر محمد تابش، متخصص یا معالج بیماری های داخله و امراض داخله هستند و خوشبختانه در کنار ایشان هستیم تا اینکه پیرامون بیماری یا اختلال بیشتر صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. سلام خدمت شما جناب حسینی، همکاران بخش تکنیک و بینندگان تلویزیون خوب تمدن. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول زمانی که ما بخوایم درباره هایپرترمیا یا گرمازدگی صحبت کنیم، باید در قدم اول درجه نرمال حرارت بدن را باید بشناسیم. درجه نرمال حرارت بدن در حدود 36.5 الی 37.5 است. زمانی که رقمی درجه حرارت بدن از این مرز عدول میکنه، ما اصطلاح به کار میبریم به نام هایپرترمیا، یعنی افزایش درجه حرارت. هایپرترمیا زمانی که از درجه حرارت بدن ما از 37.5 بالا شد، ما هایپرترمیا گفته میتونیم. هایپرترمیا زمانی کنترل نشه، شخص دچار گرمازدگی، گرماگرفتگی میشه و گرماگرفتگی زمان کنترل نشه، شخص دچار گرمازدگی میشه که این اصطلاح را به نام هیت استروک هم یاد میکنیم. گرمازدگی ما زمان گرمازدگی گفته میتونیم که اکثرا درجه حرارت بدن از حدود 45-40 درجه سانتیگراد یا 104 درجه فارنهایت بلندتر باشه و زمانی معمولا گرمازدگی در فصل‌های گرم سال و معمولا در فصل تابستان با تابش شعاع آفتاب و کارهای سنگین در نزد افراد اتفاق میفته و در صورتی که کنترل نشه و تداوی نشه میتونه آسیب‌های جدی رو بره بدن ایجاد کنه. بسیار خوب، تشکر از شما. دکتر، ممکن هست که اختلال گرمازدگی هم انواعی مختلفی داشته باشه یا خیر؟ بله جناب حسینی، به اختلال گرمازدگی فرق میکنه نظر به ارگانی که در کدام ارگان اختلالات مختلف خود را ایجاد میکنه. بله. اختلالاتی که در سیستم قلبی وایی ایجاد میکنه، اختلال اولین اختلالش است افت فشار خون یا هایپتنشن میگه، یا پوستورال هایپرتنشن، هایپتنشن یا هایپتنشن وضعیتی. فشار خون شخص کاهش پیدا میکنه و این با تغییر وضعیت حالت گیجی، گنگسی و سردردی شدید در نزد شخص دیده میشه. تعداد ضربان قلب افزایش پیدا میکنه، نبض شخص بسیار کاهش پیدا میکنه و همچنان تعداد تنفس بسیار سریع میشه و کم عمق. همچنان قلب دچار یک حالت میگه به نام پلپیتیشن، یعنی تپیش در خود قلب ایجاد میشه. تپیش سریع یا تپیش کند؟ تپیش سریع. تعداد ضربان قلب افزایش پیدا میکنه به خاطر یک مکانیزم جبرانی در بدن. یک مکانیزم دفاعی در برابر موقعیت حساسی است که برای ارگانهای بدن خلق شده، درست است؟ بله بله، به خاطر که خون بیشتر، مایعات بیشتر را برسانه. چون در هایپرترمی مایعات بدن میزانش کم میشه و بدن مخصوصا قلب و ارگانهای حیاتی نیاز به مایعات بیشتر داره و اینمی حالت باید در اثر افزایش ضربان قلب ایجاد شوه و تا بتونه خون برسانه بهتر، به صورت بهتر در ارگانهای حیاتی، مثلا مغز، ارگانهای مثلا کلیه، کبد، خود قلب و غیره. تشکر از شما. دکتر صاحب، بسیاری از افراد روزمره در معرض تابش مستقیم نور آفتاب هستند. حالا تا او جایی که بنا به فرموده شما که درجه حرارت بدن از 36.5 تا 37.5 به صورت نرمال هست، اگر از این وضعیت خارج و فراتر بره، ممکن هست ما در موقعیت قرمز قرار بگیریم که بدن ما با بحران کم آبی مواجه شود. مشخصتر اشاره بفرمایید که چه افرادی بیشتر ممکن هست که در معرض آسیب جدی گرمازدگی قرار بگیرن. آیا مشاغل خاص یا فعالیت‌های خاصی هستن که میتونن بیشتر برای ما یک ریسک فاکتور باشن؟
بله جناب حسینی صاحب، افرادی که اکثرا در محیط گرم کار میکنه، فعالیت روزانه داره، افرادی که در زیر تابش مستقیم نور آفتاب زندگی میکنه، کار میکنه، فعالیت میکنه، فعالیت های سنگین انجام میده، افرادی که در کارخانه ها مصروف است، افرادی که در نانبایی کار میکنه، اینا بیشتر در معرض خطر است. و همچنان افرادی که لباس تنگ و لباس تاریک و لباس گرم می پوشه، اینا در معرض خطر است. افراد چاق نسبت به دیگر افراد بیشتر در معرض خطر است که اینا می تونه گرم زده شود. افرادی که مایعات کافی در زندگی و فعالیت روزمره خود نمی گیره، که ما باید در حالت نرمال حداقل باید 8 گلاس آب روزانه مصرف داشته باشیم، اینا را نمیگیره، این افراد بیشتر مصاب به گرمازدگی میشه. افرادی که به صورت ناگهانی تغییر اقلیم برش صورت میگیره، مواجه میشه از یک محیط به موقعیت محیط و موقعیت دیگر. دیگر سفر داره، از ولایت گرمسیر، از محیط سرسیر به محیط گرمسیر، اینا ناگهانی با یک هوای گرم، با یک حرارت گرم مواجه میشه و سبب میشه دچار گرمازدگی شود، چون بدنش به او درجه حرارت مطابقت نداره و عادت نداره. بله، آیا صرف قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب هست که ممکن است فرد دچار اختلال گرمازدگی شود، یا ای که بعضی از مشاغل خاص هست، مثلا ممکن هست یک فابریکه یا شرکتی باشه، یک کارخانه ای باشه که دستگاه و ابزار آلاتی باشه که درجه حرارت زیادی تولید میکنه، یا حتی او فاصله ممکن هست برای ما یک مقدار خطر ایجاد کنه. در چنین موقعیتی هم که ما در معرض حرارت بسیار شدید قرار بگیریم، آیا ممکن هست که دچار گرمازدگی شیم؟ بله، زمانی که ما درجه حرارت بدن ما، خوب پیشتر گفتیم که در حدود 36.5 الی 37.5 است، محیط ما، هر محیطی که باشه، زمانی که حرارت محیط ما، که ما در اون محیط کار میکنیم، زندگی میکنیم، فعالیت میکنیم، بیشتر از درجه حرارت بدن ما باشه، این حرارت محیط انتقال پیدا میکنه به بدن ما و سبب میشه که ما دچار گرمازدگی شویم. بر علاوه که در تابش مستقیم نور آفتاب رول داره، بعضی فاکتورهای دیگه هم رول داره، مثلا مصرف بعضی دواهایی که مدرر است، ادرار آور است، چون اینا سبب دهایدریشن میشه، مقدار مایعات بدن را از بدن خارج میکنه و سبب میشه که فرد دچار هایپرترمی شود. چون آب خودش فیصدی حجم زیاد، در تقریبا حدود 50-60% وزن بدن انسان را آب تشکیل داده و خود آب سبب میشه که در تنظیم و کنترل در درجه حرارت بدن ما نقش بسیار موثر داره. زمانی که میزان آب در بدن کم شه و ما دچار هایپرترمی میشیم. همچنان بعضی بیماری های مزمن و سیستمیک، مثلا ما یک بیماری داریم به نام پرکاری غده تایروید یا هایپر تایرویدیسم، غده تایروید پرکار میشه. در اثر پرکاری ای یک حالت ایجاد میشه به نام که شخص دچار عرق زیاد میشه، اسویتین یا عرق زیاد داره و مایعات از طریق عرق ضایع میکنه، و همچنان این شخص دچار اسهالات میشه، از این طریق مایعات بدن ضایع میکنه و بالاخره دچار هایپرترمی میشه. اینا یک ریسک فاکتوره، اینا میتونه یک علتش باشه. همچنان امراض دیگه ای داریم به نام سیستیک فیبروز زیاد میشه، امراض دیابت، چون دیابت یک از عرضش پولیوریا است، یعنی ادرار زیاد، چون به خاطر که زمان کسی که ادرار زیاد میکنه، نیاز اینپوت و آوتپوت باید برابر باشه، زمانی که خارج میشه مایعات از بدن، باید این مایعات پس دوباره بگیره، اعاده شه و جبران شه، اما زمانی که مایعات گرفته نتونه، یه شخص میتونه دچار گرمازدگی شه. بله، تشکر از شما، زنده و سلامت باشین. انشالله که همه بینندگان عزیز ما بدانن که کاهش میزان آب مصرفی در بدن چقدر میتونه حتی منجر به خطرهای بسیار جدی برای سلامت جسم شود. انشاءالله که این عزیزان این موضوع رو مورد توجه قرار بدن و در فضاهای خارج از منزل، به ویژه در اوقاتی که هوا به شدت گرم هست و در معرض تا
تابش مستقیم آفتاب هستند آب کافی را استفاده کنند. تشکر از شما دکتر آخر صاحب، زنده خواهش سلامت میکنم، باشید. زنده میان باشید. برنامه ای رو ببینیم انشالله بیشتر صحبت کنیم. زنده دوستان عزیز و ارجمند، میان برنامه ای رو به اتفاق یک دیگر میبینیم و انشالله در بخش بعدی برنامه بیشتر به این موضوع میپردازیم. بار دیگر خوش آمدید. ادامه برنامه روی خط زندگی است و امروز با موضوع گرمازدگی در خدمت شما عزیزان هستیم. دکتر صاحب تشکر از صحبت های شما. خواهش می‌کنم. خب بفرمایید که این وضعیت یا اختلالی که افراد دچار گرمازدگی میشن چقدر میتونه یک تهدید جدی برای سلامت انسان باشه؟ زمانی که افراد دچار گرمازدگی میشه یا هایپرترمیا میشه، چند اختلال جدی رو بر بدن میتونه ایجاد کنه. در قدم اول حجم مایعات بدن کم میشه که این حالت رو به نام دهایدریشن میگیم. در صورت دهایدریشن ریهایدریشن نشه، یعنی مایعات دوباره اعاده نشه، پس داده نشه بریم، شخص دچار افت فشار خون و بالاخره در صورتی که بسیار پیشرفته باشه مشکلی شخص دچار شاک هایپوولیمیک میشه، یعنی حجم مایعات کم میشه. و همچنان با افزایش درجه حرارت احتمال داره آسیب به ارگانهای حیاتی مانند مغز برسه که در اثر نرسیدن خون در مغز و مایعات در مغز سبب میشه آسیب جدی را در مغز ایجاد کنه که احتمال ایجاد تشنج و کما میتونه در نزد شخص وجود داشته باشه. همچنان زمانی که در ارگانهای حیاتی ما مانند کلیه حجم مایعات کم باشه یا خون به صورت کافی نرسه، دچار نکروز کلیوی میشه و میتونه در سبب حتی در بعض حالات میتونه سبب عدم کفای کلیه شه. و همچنان ارگان های مهم دیگه مانند کبد و دیگر ارگان ها را میتونه تاثیرات جدی را سرش بگذاره. و در صورت که باز هم اینا درمان نشه، آخرین اختلال یا آخرین عوارضش میتونه مرگ باشه، که بس به طرف مرگ بکشانه. که ما نمونیش دیدیم امسال، زمانی که گرما شیوع پیدا کرده بود، حتی تلفات ما داشتیم که اخبار اعلام کرد. بله تشکر از شما. میخوام که یک نکته را از قلم نیفته و اوی است که در پیوند با بیماری یا اختلال اشاره هم باشه به خانم های باردار. ممکن هست که تهدیدی برای جنین به حساب بیاید گرمازدگی، اگرچه تا اینجای صحبت ها دانستیم که حتی برای خود فرد حالا هم میتونه خطرهای جدی را به همراه داشته باشه. برای خانم های باردار چقدر میتونه این خطرناک باشه؟ برای خانم های باردار طبعا میتونه خطرناک جدی تر از نسبت به دیگر افراد ایجاد کنه، چون خانم های باردار بر علاوه ای که خودش نیاز به مایعات داره، طفلش نیاز به مایعات داره و این مایعات را باید از وجود مادر بگیره. و زمانی که مادر خودش دچار کمبود مایعات میشه، نمیتونه مایعات کافی برای طفل خود برسانه و اختلالات جدی رو برای طفلش ایجاد میکنه. و حتی ما حالتهایی داریم، ما طفل در شکم مادر در درون یک نوع مایع وجود داره به نام مایع امنیوتیک، و میزان مایع امنیوتیک برای طفل کم میشه و احتمال داره بر علاوه ای که مشکل جدی برای طفل ایجاد میشه، مشکلات احتمال سقط، احتمال نقصان و دیگر بیماری های ولادی شاید ایجاد شود. بله تشکر از شما. خواهش. خب با فردی که دچار گرمازدگی شده چه کار باید کرد؟ یعنی راه های درمان و راه های بیرون رفت از وضعیت گرمازدگی چه هست؟ به ویژه برای کسانی که دوروبر فرد آسیب دیده هستند، اونا میتونن چه کمک هایی کنن؟ برای کسانی که دچار گرمازدگی میشه، اگر در خانه باشیم یا در محیط کاری یا در هر محلی که باشیم، در قدم اول اگر شخص فعالیت سنگین داشت، باید فعالیت سنگین خود را متوقف کنه و نیاز به استراحت داره.
برای استراحت جای انتخاب شود که جای خنک و سرد باشه و تهویه کافی صورت بگیره. همچنان باید برای شخص مایعات سرد داده شود. شخص در صورت امکان باید حمام همراه آب سرد یا دوش همراه آب سرد بگیره. همچنان در صورتی که بسیار آتش در نزد شخص دیده می شود باید شخص کامپریس سرد و یا تربن شود که تربن معمولا در قسمت پیشانی، قسمت گردن و زیر قول هر دو طرف و در قسمت کهکشان. اگر ممکن است توضیح بشه بتونید با یک دستمال یک لباس یک دستمال که تر شود، مرطوب شود، مانده شود، چون بدنش درجه حرارتش بالاست و میتونه مایعات ضایع کنه از اون طریق. این پس دوباره سبب میشه که مایعات نمیمانه که از بدن خارج شه و باید تربن شه. این اقدامات را باید در خانه در نزد شخص گرفته شه و در صورتی که اگر اعراض و علایم شدید باشه که آتش بسیار چه باشه شدید باشه، خشکی دهان و یا مریض فشار خونی پایین داشته باشه، سردردی شدید در نزدش ایجاد شده باشه، سردردی توأم با استفراق و دلبدی باشه، در این زمان باید مراجعه کنه در پیش دکتر و یا شفاخانه که اینا مربوط کار شفاخانه میشه که در شفاخانه باید میزان آب و الکترولایت مریض منیجمنت شه و مایعات دیوریدی برای شخص شروع شه و جلوگیری شه از عوارض بیشتر و نگذاره که مرض پیشرفته شود و باید تداعی صورت بگیره. بله، یعنی چیزی که مهم است که هموطنان عزیز ما توجه داشته باشند این هست که اگر این اختلالات به صورت جدیدتر باشه و آتشی که فرد ناشی از گرمازدگی احساس و تجربه میکنه اگر به گونه ای باشه که بتونه او حالت روانی ایدال از دست بده و نامتعادل شود، باید در اسرع وقت به یک پزشک معالج رسیدگی شود تا اینکه بتونه اقدامات بعدی رو بشه. بله حتما. بسیار خوب، تشکر از شما. خب و اینو بفرمایید، افرادی که یک بار دچار گرمازدگی شدن و حالا با درمانی که از طرف دکتر سیبا لحاظ میشه یا از طریق کسانی که دور و برش هستن کمک های مورد نیاز اعمال میشه، آیا ممکن هست که بعدها باز هم دچار گرمازدگی شود؟ یعنی بنابر او افت جدی که در بعضی از سیستم ها و مکانیزم بدن روی داده، ممکن هست که بار دیگر هم دچار چنین وضعیتی شود؟ بله، چون یک از علتاش است که اگر دوباره اکسپوز شود یا مواجه شود با هوای گرم، احتمال داره که دوباره این حمله سرش بیاید و دچار هایپرترمی و یا گرمازدگی شود. چون طبعا این شخص میزان مایعات که از دست داده نسبت به افرادی که مایعات نرمال داره کمتر است. بله. چون مایعات اعاده نشده، این یک ریسک فاکتور حساب میشه نسبت به افراد نرمال و بیشتر در معرض خطر است. بله، تشکر از شما. داریم کم کم با پایان برنامه نزدیک میشیم. اگر بفرمایید که برای عموم مردم عزیز ما، به ویژه عزیزانی که از طرف روز در معرض تابش مستقیم نور آفتاب هستن، چه راههایی هست که میتونه به وضعیت ایدئال و تناسب میان آب و ارگانهای مختلف بدن کمک کنه؟ یعنی چه راههایی هست که میتونه جلوگیری کنه از اینکه ما دچار گرمازدگی شیم؟ برای پیشگیری و درمان از گرمازدگی، در قدم اول ما باید لباسهای نازک، لباس های روشن و لباس های گشاده بپوشیم. دو، در قدم دوم زمانی که ما در معرض مستقیم شعاع آفتاب قرار میگیریم باید از کرم های ضد آفتاب استفاده نماییم. بله. در قدم سوم زمانی که ما در یک محیط کار میکنیم و مخصوصا در فصل گرما باید مقدار کافی مایعات بنوشیم. حداقل باید مصرف روزانه ما به مقدار 8 گلاس مایعات داشته باشیم. زمانی که ما فعالیت سنگین در جریان روز و یا در یک محیط گرم داریم یا ورزش داریم، حدود 2 ساعت قبل از ای که کار خود را شروع میکنیم باید در حدود 4 گلاس آب مصرف داشته باشیم و زمانی که تمرین یا ورزش خود را شروع میکنیم در جریان تمرین در اولش به میزان 2 گلاس آب مصرف کنیم و در جریان کار به هر مقداری که ما عرق میکنیم یا مایعات ضایع میکنیم احساس تشنگی کردیم مایعات باید بنوشیم.
اشخاصی که بیشتر اگر میتونه منیجمنت کنه تایم کاری خود را یا مدیریت کنه که بیشتر مواجه با در اوقات گرمی روز مواجه نشه با اشعه نور آفتاب، اینا تنظیم کنه کاری که در بیرون از منزل انجام میده در تایم های صبح زود و یا بعد از غروب. اشخاصی که نمیتونه، مثلا اشخاص کراچیوان است، اشخاصی که در معرض مستقیم شعاع آفتاب قرار داره یا در محیط گرم قرار داره، اینا در 2 ساعت روز که میزان گرمی در اوج خود رسیده، اینا باید یک جای مناسب را انتخاب کنه که تا تهویه مناسب باشه و جای سردتر را انتخاب کنه. نکته دیگر اینه که زمانی که شخص دچار گرمازدگی میشه باید اقدامات زود و عاجل برش صورت بگیره و سبب شوه که سبب نشه که دچار بیماری شوه و باید عاجل به شفاخانه مراجعه کنه و مایعات زیاد بگیره. این اقدامات رو باید انجام بده. بله، زنده و سلامت باشین دکتر صاحب. تشکر از حضور شما در برنامه امروزی ما. ظاهرا زمان هم به پایان رسیده و ناگزیر هستیم که از حضور شما خداحافظی کنیم. انشاءالله که شما موفق باشید. تشکر از شما. زنده باشین جناب. با دوستان عزیز، ممنون از همراهی شما عزیزان. انشاءالله که مطالب امروز برنامه ما در پیوند با گرمازدگی مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. میام برنامه رو به اتفاق یک دیگر میبینیم و انشاءالله در ادامه آقای عربزاده عزیز با برنامه ما میپیوندند.